انکشافات خوب داریم و با مردم خود اطمینان میتیم که با مردم خود میباشیم و مردم خود تنها نمیگذاریم و انشالله که برنامه های خوبه که تا حال عملی شده قابل قدر است و ایره سرعت میبخشیم و چیزی که نهادهای محترم امنیتی ضرورت داره روی امی ملحوظ همه مسئولین رده دوم نهادهای امنیتی که رده کاری هستن همینجا موجود هستن و با مردم از نزدیک گپ میزنن کار میکنن و انشالله به نتایج مثبت میرسیم. مشکلی که فعلا خلق شده در بعض مناطق مسکونی و سایه سبز است کجا مردم زندگی میکنن و به احتیاط نیروهای امنیتی عملیات خود پیش میبرن و لله الحمد تا فعلا حداقل از طرف ما کدام تلفات ملکی و کدام مشکل به مردم و اهالی شریف المن نرسیده. هر مشکلی که خلق شده چیز از بین رفتن سرک ها چیز از بین رفتن پل ها و چیز از بین رفتن خانه های مسکونی مردم توسط طالبان بوده. اکمالات په برخه کې په اول ورځ کې کوم مشکلات مونږ درلودل دغه ځکه چې ارتباطات قطع شوي د پلو د پلو ته انفجار ورکړ او نور مشکلات خلق شوي. الحمدلله اوس مونږ داسې مشکل نه لرو. انشاءالله تاسو به ګورئ چې نور وضعیت به سم کیږي او مونږ تاسو بیرته په خپلو هماغه اصلي ځایو کې او له هغه نه انشاءالله څه پرمختګ مونږ به لرو. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه همکارا و شما. ما آمدیم به خاطر ارزیابی همین شکایتی که از پلیس رسیده بود که حقیقت یابی کنیم، در صورتی که تیم تکنیکی که با ما کار میکنه چون این ادعا ثابت شد ما عاملینش به جزا محکوم میکنیم و پیام ما به مردم با عزت هلمند است مسیجایی که نو میتن که ما در کنار نیروی امنیتی هستیم و ما نمیگذاریم طالب را که بیشتر از این تخریب کنه. دیدیم که طالب پیام طالب چی بود؟ ورون کردن سرک، ورون کردن پل و پلچک، تخریب پای برق، تخریب آنتن‌های مخابراتی. هویت طالب یک بار دیگه مردم درک کرد. اونا پیام دادن که شما بین که ما در کنارتان یک جای علیه طالب ها استاد شیم و این ما را بیشتر امیدوار میسازه و ما اطمینان میتیم که مشکلات پلیس همیشه حل شده، حل میشه و ای که مردم در کنار نیروی امنیتی است ما برشان افتخار میکنیم و تمام مشکلات حل میکنیم.